مراسم بزرگداشت مادر خیابانی و یادبود مجاهد صدیق حاج صادقی در اورسورواز. انا لله و انا الیه راجعون. خواهران و برادران عزیز و گرامی، با سلام مجدد به همه شما و تشکر از شرکتتون در این مراسم، ما در اینجا گرده هم اومدیم برای ادای احترام به خانم طاهره سفرزاده، مادر بزرگوار و عزیز و گرامی ما، مادر سردار خیابانی، که پس از یک عمر ایستادگی در مقابل فشارهای دو رژیم، روز جمعه گذشته چشم از جهان فرو بست. فقدان مادر خیابانی درست 6 روز قبل از سال روز عاشورای مجاهدین اتفاق افتاده، روز حماسه سرخفام تاریخ مقاومت ایران، روزی که تاریخ آزادی ایران اون رو به عنوان سمبل ایستادگی در سینه خود ثبت کرده. البته همه روزهای بزرگ در فرهنگ و تاریخ هر ملتی سمبل یک تحول سرنوشت سازه، مثل یک پیروزی یا یک عید یا عبور از یک دوره سخت و تاریک. روز 19 بهمن هم برای مردم ما روز تسلیم ناپذیریه، روزی که هر ایرانی به اون استناد میکنه که ملت ایران هرگز تسلیم حاکمیت آخوندها نشده و بالاترین بها رو برای این ایستادگی پرداخته، اون هم بهایی از بالاترین نقطه رهبری کننده جنبش مقاومت، که اگرچه سنگین و طاقت فرسا بود اما این جنبش رو در قلب اعتمادها و عاطفه های یک خلق جا داد و برای همه روشن کرد که راه و رسم این مقاومت از فرصت طلبی و قدرت طلبی مبراست. دلم میخواد اینجا قدری راجع به 19 بهمن بگم، چون فکر میکنم گره خورده با اون چه که بر سر مادر قهرمان ما، مادر خیابانی اومد. 19 بهمن روز عاشورای مجاهدین حماسه بزرگی است که سراسر ایران رو لرزوند. اخبار اون در چهار گوشه جهان منعکس شد و فکر میکنم که کسی نباشه که تو اون دوران رو به یاد نیاره. من شب در یک پایگاه دیگه بودم که وقتی تلویزیون رژیم اخبار رو اعلام کرد، از تلویزیون صحنه ها رو دیدم. موسا با رشادت تمام، آرام و مطمئن، چون سرداری فاتح، آرامیده بود. اشرف که پیکر مسله شده اون به دست پاسداران در پتوی پیچیده شده بود و جرأت نداشتن رو نشون بدن، لاجوردی جلاد، مصطفی فرزند یک ساله اشرف و مسعود رو بر بالای پیکر مادرش آورده بود. فکر میکنم که از همونجا پیام این خونها همه جا جاری شد، پیام خونه سمبل زن انقلابی مجاهد خلق شهید اشرف رجوی به همه جا رفت، به خصوص در اعماق زندانها، و همه زندانیان شوریدند. پیام خونه اون و جوشش خونه اون نسل در نسل ادامه داشت و دارد و ما در تمام صحنه ها در این سالیان شاهد اون بودیم. در فروغ جاودان فروغ ها با پایداری، مقاومت و جنگاوریشون نشون دادند که زن انقلابی مجاهد خلق سمبل و الگویی چون اشرف رو داره. در دوران پایداری 10 ساله اشرفی ها نشون دادند که چه الگویی رو در مقابل خودشون دارند، تا شهادت سبا آسیه که اونها هم به عنوان نسل نوینی از زن مجاهد خلق و زن ایرانی نشون دادند که زنان ایرانی، زنان مقاومت و زنان مجاهد خلق
دیگه زنان قبل نیستند. الگویی چون اشرف رو در مقابلشون دارن. و من مطمئنم که این پیام، این جریانی از خون بهترین فرزندان مردم ایران در روز آزادی و پیروزی مقاومت مردم ایران به ثمر خواهد نشست و ثمره اون آزادی و رهایی مردم ایران خواهد بود. در روز پیروزی مردم ایران خواهند فهمید که چه قیمت کلانی برای مقاومت در مقابل دیکتاتوری مذهبی، برای مقاومت در مقابل پاسداران، برای رسوا کردن پاسداران، برای رسوا کردن آخوندها و چه قیمتی برای پیروزی مردم ایران داده شده. این تاریخ مقاومت ایرانه که بسیاری از صفحات اون نانوشته هنوز باقی مونده. صحنه هایی بود که فکر میکنم همه ایران و ایرانیان آزاده رو لرزوند و کسی نبود که بر عاملان اون لعنت نکنه و از اون طرف بر آفرینندگان این حماسه بزرگ همه درود فرستادن، اگرچه که خیلی دردناک بود و از عزم و اراده اونها و پایداریشون در برابر دشمن غدار، از مقاومت جانانه اونها، در حالی که همه اونها می دونستند که نهایتاً در پایگاه مجاهدین چه خواهد شد. ولی همه از این قهرمانی ها گفتند و گفتند و گفتند تا امروز. راستی که تا اونجایی که به مجاهدین و این مقاومت برمیگرده، از ابتدا میدونستن که وقتی به خمینی جلاد نه میگن قیمت اون کلانه، قیمت اون همه چیزه و گذشتن و فدای همه چیز و فدای بهترین چیزها. من فکر میکنم که بهتر از همه این منطق رو خود مسعود میدونست که این مسیر قیمت کلانی از او خواهد گرفت قبل از همه. فکر میکنم که اشرف، موسا، آذر و همه اون شهدایی که در اون پایگاه بودن یا در پایگاه مجاهدین در اون روزها میدونستن که سرنوشت چی هست، ولی با این وجود ایستادند، اون هم با عزم و اراده پولادین، با سری بلند، برای اینکه بتونن تا آخرین لحظه از عهده مسئولیت و تعهداتشون بر بیان و به خصوص درسی بدن، از یک طرف به دشمن، از طرف دیگه درسی برای دوستان که بیاموزند چگونه باید در مقابل دشمن ایستاد و مقاومت کرد و تسلیم نشد و به عکس دشمن رو خسته و فرسوده کرد. به هر حال خوشا به سعادت شهدای 19 بهمن و اونهایی که در رکاب اشرف موسی به شهادت رسیدند و اون نبرد جانانه‌ای که کردند و به عهد خودشون با خدا و خلقشون وفا کردند. پیام اونها خار و خفیف دونستن دشمن بود و از میدان به در بردنش و به عکس ارزش‌های متعالی و انسان موحد رو هرچه بالا و بالاتر حفظ کردن و ارتقا دادن. من فکر میکنم که تا اونجایی که پیام اونها بود، یعنی این که مجاهد خلق آماده پرداخت همه چیزشه، این رو مردم ایران در 19 بهمن به چشم دیدند. به خصوص دیدند که در رأس مجاهدین مسعود رویه جدیدی در تاریخ مبارزات خلقها پایه‌گذاری کرد. فکر میکنم تا اون زمان همه
ویژگی های بسیار برجسته از مسعود به عنوان یک رهبر، یک رهبر سیاسی، یک رهبر واقعا ویسلاح هوشیار دیده بودن. اینا چیزهای روشنی بود برای همه. رهبری که محبوب نسل جوان بود چون آرمانها و ارزشهای اونها رو نمایندگی میکرد. اما فکر میکنم در روز 19 بهمن، یعنی با حماسه عاشورای مجاهدین، یک وجه جدید از راهبری مسعود برای مردم ایران و حتی برای خود مجاهدین برجسته، عیان و آشکار شد. اون وجه این بود که در رأس یک سازمان انقلابی، در رأس یک جنبش، در رأس یک مقاومت و در رأس یک آلترناتیو رهبری قرار داره که قبل از هر چیز آماده است که از همه چیز خود بگذره. و این حرف جدیدی بود. آری، مسعود از همه چیزش گذشت، از اشرف شهیدانش، از سردار سردارانش یعنی موسا، از طفل شیرخوارش یعنی مصطفی. ما در سال 91 هستیم، 31 سال از حماسه عاشورای مجاهدین میگذره. الان گذشتن از همه چیز برای نسل‌های مجاهدین، برای همه خواهران و برادرانمون، یک رویه بسیار بسیار مقدماتی، لازم و ضروری شده، به طوری که الان من به جرأت میتونم بگم هر یک از اونها آموزگار این روش هستند. ولی یادتون باشه روزی بود که این رویه ها اصلا وجود نداشت. این رویه ها خلق شد با پیشتازی، با راهبری، با معلمی که قبل از همه از خودش شروع کرد. به هر حال من فکر کنم چنین تحولی خیلی دردناک بود، اما رنج هاش رو زنان، مردان و مادران و پدران تحمل کردند که در کانون این رویارویی بودند. و مادر بزرگوار خیابانی، مادر موسا، خانم سفرزاده، یکی از مهمترین اونها بود، چرا که مادر موسا بود، چرا که سراسر عمرش هم نشون داد به روشنی واقف بود که در چه نقطه‌ایه، چه تعهدی بر دوشش داره و جامعه و تاریخ ایران و مجاهدین از اون چه انتظاری دارن، و الحق که اون رو به خوبی برآورده کرد. شما میدونید که در حاکمیت دیکتاتوری شاه، در اون سالهایی که موسا در زندان بود، این مادر دلیر در شبهای احیا در ماه رمضان بی پروا برای آزادی زندانیان سیاسی دعا میکرد و دعا میکرد که خدایا دشمنان آنها را سرنگون کن. این دعایی بود که اون هر سال در ماه رمضان با صدای بلند تکرار میکرد و برای مردمی که به جلسات میمدند، به خصوص از جوانهایی که به خاطر مردم در زندانهای شاه بودند صحبت میکرد. رژیم خمینی هم در تبریز از همون سال 59 آزار و حمله و هجوم نسبت به این خانواده رو شروع کرد و چیزی کم نذاشت. بعد از 19 بهمن رژیم یک بار خودش رو در مقابل این عواطف انبوه مردم ایران در حماسه 19 بهمن، اونم نسبت به شهادت اشرف موسا و یاران اونها دید. بنابراین برای انتقام گرفتن به خانه سردار خیابانی حمله کرد. این روشش بود که بلافاصله هر جا که احساس خطر میکرد پیشا پیش حمله میکرد. در اون حمله میگن تمام خانه اونها رو تاراج کرد و همه جا رو به هم ریخ، هرچی هم که نتونست ببره تخریب کرد. این حادثه فقط یکی از انواع در واقع ابتلاعاتی بود که بر سر خانواده خیابانی آوردند. یک بار هم میگن دختر قهرمانش مجاهد شهید مهینه خیابانی در یکی از پایگاه مجاهدین بود، از همون پایگاه وقتی که پایگاه در محاصره پاسدارا قرار میگیره زنگ میزنه به مادرش و به مادرش خبر میده که ما به زودی شهید خواهیم شد چون در محاصره ایم
میشه حد زد یه مادری که دخترش بهش زنگ میزنه میگه ما در محاصرین و در حال در واقع کشتار به وسیله حاصلهای خمینی چه حالی پیدا میکنه؟ اما میگن اونقدر خودش رو کنترل کرد که کسی متوجه نشد که چی گذشته و حتی یک شکایت و آه و اندوه و اسف از این مادر ندیدند. میگن روحی اون بسیار بسیار قدرتمند بود، به طوری که میگن که سایر خواهرانش شک میکردن، خواهران موسی، که اصلا آیا این مادر خبر داره از این شهادتو یا نه. ولی واقعیت چیز دیگه بود. اون تصمیم گرفته بود، انتخاب خودشو کرده بود که از آرمان مجاهدین ورزش هایی که این خونها خلق کرده دفاع کنه و تا آخرین لحظه هم این کارو کرد. اجازه بدین من اینجا یک نامه از مادر موسی هست، بلافاصله بعد از شهادت موسی به مسعود این نامه را نوشته. من این رو برای شما در اینجا بخونم. این دستخط خود مادره. اون میدونین که حتی اجازه پیدا نکرد به عزای فرزندان شهیدش بنشینه. وقتی که میگن در بعد از عاشورای 19 بهمن پاسدارا به خونش میریزن، از اونها میپرسه با موسای من چه کردید؟ اونها هم خیلی سریع بهش میگن اون را کشتیم و به چاه انداختیم. و میتونین باز دوباره تصور کنید که یه مادر وقتی که چنین جوابی میشنوه باز چه وضعیتی داره. یه روز خودش با بغض میگن تعریف میکرد که چجور این جانی ها عروس من یعنی آذر رو و دخترش یعنی مهین رو به شهادت رسوندند. این نامه ای هست که بعد از شهادت موسی برای مسعود فرستاده. خدمت فرزند بزرگوارم تقدیم میکنم. فرزند عزیزم، امیدوارم سلام گرم و صمیمانه‌ام را بپذیرید. نامه‌ای که برای ما نوشته بودید رسید. از لطف و محبت شما بی نهایت سپاسگزارم. از اینکه با تمام گرفتاری‌ها و رنج‌ها ما را هنوز در خاطر دارید بسیار بسیار متشکرم و از خدای متعال می‌خواهم که سایه شما را از سر بچه‌ها کم و کوتاه نفرماید و شما را همیشه برای ما حفظ کند. ما هم به نوبه خود کم و بیش از دردهای درونی شما آگاهیم و می‌شود گفت که سهم شما در این شدائد از همه بیشتر است. بالاخره اجر و پاداش نیکی با خداست. ما همه این دردها و رنجها و جدایی از عزیزانمان را فقط به خاطر رضای خدا پذیرفته و تا پیروزی نهایی صبر خواهیم کرد تا نوبت فتح و ظفر برسد. فرزند گرامی، در پایان نامه بیش از این وقت شما را نمیگیرم و شما را به خدای بزرگ می سپارم. موفقیت روزافزون شما را در این سال نو از درگاه خدا مسئلت دارم. من فکر میکنم که مادرانی که علی رغم این بلاها، یا بهتره بگیم علی رغم این ابتلاعات سخت و بغرنج، این چنین پایدار استوارند، قبل از هر چیز حامل پیام جدی هستند برای کل جامعه، یعنی هم برای زنان، هم برای مردان، هم برای همه نسل ها. و اون این هست که دوران ضعیفگی و ضعیف بودن در مقابل دشمنان قدار به سر اومده. هر کس به سهم خودش میتونه بیسته، مقاومت کنه، پایداری کنه، کوتاه نیاد، سر خم نکنه، کمر خم نکنه و به عکس دشمن رو وادار کنه هم خم بشه هم عقب نشینی کنه. من فکر میکنم که ما میتونیم بفهمیم پدر این 30 چند سال چقدر اذیت و آزار بر این مادر و بر همه مادران و خانواده های ما رفته. اما این روحیه و این حمایت بیدریق، اون هم تا آخرین لحظه و تا آخرین روزها، خودش بهترین بیانه و آیت پیروزی خلق قهرمان ایران است. سلام بر مادر مجاهد طاهره صفرزاده و سلام بر فرزندان او
موسی، آذر، محمد علی، محمد حسن، مهین و تقی که فدیه راه خدا و خلق و فدیه آزادی ایران شدند. یک بار دیگه به مردم تبریز، به همه خواهران و برادران و به ویژه به خواهران عزیزم لیا و مینا تسلیت میگویم و البته قبل از همه اونها به شما عزیز، به شما مادران بزرگواری که اینجا هستید و به همه شما دوستان و رفقا. اگرچه که هرچی در مورد حماسه 19 بهمن، رشادت ها و شجاعت ها و حماسه اشرف موسی بگیم کم است، اما اجازه بدید من در همین جا بپردازم به یاد مجاهد وارسته و مجاهد صدیق، یکی از مجاهدان بسیار بسیار ویژه در لیبرتی، یعنی برادر مجاهد غلام حسین صادقی که در زندان لیبرتی تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس مبارزه کرد و نهایتاً از میان یارانش پرکشید. یاد اون با اون همه صفا و صمیمیتش همیشه باقیه. من در مورد اون گفتم، بازم دلم میخواد تکرار کنم که یک شخصیت سرزنده، یک غایت انقلابی، مایه گذار، خونگرم، در این حال بی ادعا بی تکلف، که از هواداری مجاهدین در زمان شاه و همرزمی با مجاهدانی مثل محمد مصباح، عطا حاج محمودیان، احمد جواهریان با اینها شروع کرد تا این سه دهه در دوران سیاه خمینی با همون روحیه و با همون عزم جزم در حال مجاهدت و مبارزه بود، به خصوص در 10 ساله گذشته، در این 10 ساله پایداری اشرف و در این دوره به ویژه 1 ساله جابجایی مجاهدین از اشرف به زندان لیبرتی با تمام سختی ها و ناملایماتی که اونها داشتند. در مورد اون شنیدید که بیماری داشت، بیماری به خون به ویژه قلبی، با تشدید بیماری هاش به خصوص در لیبرتی، ولی هیچی از فعالیت و تلاشش کم نکرده بود. مثل سایر خواهران و برادرانش در لیبرتی، علی‌رغم اینکه شرایط اونجا بسیار سخت و پرفشار بود به خصوص برای افرادی که بیماری داشتند، اما هیچ شکایتی نداشت و در هر ابتلایی خدا رو شکر میکرد. واقعیت اینه که مجاهدان چون حاج صادقی انتخاب کردند ابتلاعات، سختی ها و هر جنسی از اونچه که در مسیر مبارزه در سر راه اونها قرار میگیره. بنابراین فکر میکنم که امروز جان مایه مقاومت در کل جامعه ایران آبیاری شده با خون مجاهدانی چون غلام حسین صادقی، حاج صادقی، و من فکر میکنم درس و پیام هدایت کننده ای برای نسل جوان و رزمندهی که در مقابل رژیم آخوندها ایستاده داره. از سالها پیش مسعود به همه ما آموزش داده که وقتی چاه باطل خیلی عمیقه، ستیق قله حق باید خیلی بلند باشه، و این جوهر استقامت مجاهدین در اشرف و لیبرتی هم الانه. این صدیقین، این شهیدان و پایداری کنندگان، کما اینکه مادرانی مثل مادر خیابانی یا زندانیان دلیری که الان در زندان ها مقاومت میکنند و یا اشرف نشان هایی که در داخل ایران در حال پیشبرد این مقاومت هستند، دستن در کار حل همین تضاد تاریخی هستند. به هر حال به همه اونها درود میفرستیم. یک بار دیگه من به خانواده صادقی، به خصوص به برادر مجاهدمون محمد صادقی که الان در لیبرتی هست، و همچنین به مردم کاشان تسلیت میگم. ما امروز البته به بزرگداشت مادری نشسته ایم که نمونه بارزی از صبر و استقامت مادران مجاهدین در دو دیکتاتوری شاه و شیخ، مادری که با وجود ابتلاعات مختلف سهمگین
محکم و استوار در مقابل فشارهای شاه و شیخ، به خصوص در دوران شیخ، ایستاد و جانانه مقاومت کرد. طاهره سفرزاده، مادر مجاهد شهید موسی خیابانی بود، همون موسایی که خودش از سنگرهای فتح نشدنی مقاومت در زندانهای آریامهری بود، همونی که به قول پدر طالقانی سواک از ذکر نامش وحشت داشت. من از شاهدین این وحشت توأم با احترام دشخیمان نسبت به موسی بودم. در مدتی که افتخار همبندی با موسی رو در زندان اوین داشتم، روزی علت این برخورد متفاوت شکنجهگر اصلی زندان اوین، یعنی حسینی که اسم اصلی شعبانی رو بود، رو از موسی پرسیدم که و بعد که موسی توضیح داد مفهوم این جمله‌ای که قبلا خونده بودم که کسی که از شقه شدن نهراس قیصر رو هم به زیر میکشه فهمیدم، چون متوجه شدم که موسی وسط بازجوییاش از یک فرصتی استفاده کرده بود و فرق سرش رو زده بود به تیزی اون میز بازجویی، میز فلزی بازجویی که خون فوران زده بود. و بعد خب رو تخت خوانده بودن و دست و پاشو بسته بودن و به شکنجه ادامه داده بودن. توی نقطه‌ای به حسینی میگه که بیا میخوام یه چیزی بهت بگم. حسینی به خیال این که دیگه شکنجه ها مؤثر واقع شده و موسی میخواد اعتراف کنه، گوششو میبره نزدیک دهن موسی. موسی بهش میگه که غیرت داری تو؟ اگه غیرت داری همینجا من بکش. بعد از اون حسینی متوجه میشه که با کسی دیگه ای مواجهه و کسی که رو تخت بازجویی به شکنجهگر میگه غیرت داری منو بکش، کسی نیست که ضربات شلاق بتونه رو اون تأثیری بذاره. خب قیام سال 57 موسی را هم همچون سایر مجاهدین به دامن خلق محبوبش برگردوند و مادر موسی بعد از 7 سال انتظار دیگه دوست داشت فرزندش رو ببینه، ولی به نظر میرسه که همین زمان زمان اولین آزمایش برای این مادر فداکار و خانواده خیابانی بود، چون میدونید که بعد از 7 سال دوری، درست هنگامی که موسی رو دوش مردم تبریز وارد تبریز میشد، در مراسم استقبال عظیم مردم در حادثه جانگداز، مادر خیابانی دومین فرزندش بعد از موسی، یعنی حسن رو از دست داد. او یقیناً با جاودان فروخا، با فرزند مجاهدش محمد علی که در فروغ جاویدان شهید شد و 31 سال بعد از شهادت موسی به دیدار فرزندانش شتافت. همینجا در پایان اجازه میخوام از طرف خودم و سایرین ادای احترام کنم به برادر مجاهدمون غلام حسین صادقی که واقعا مظهر صفا و صمیمیت و مجاهدت بود. یاد همه اونها گرامی باشه و درود بر همه اونها باشه. این مادر طاهره خانم سفرزاده، مادری بود در این حال که خیلی مظلوم بود، چون تنها افتاده بود. اینجا مادرانمون الحمدلله باز دور هم، دور مقاومت هم، ولی تبریز این تنها افتاده بود. ولی چه مادری بود؟ ببینین
بعد از شهادت، مخصوصا شهادت سردار، همونطوری که شما اشاره کردین، رژیم حمله کرد به خونه اینها. چرا که خونه اینها مثل زیارتگاه شده بود و اون که هست بردن، زدن، خراب کردن و تهدید کردن که حتی فامیلامون توی اون کوچه سر تا سر اکثرا با هم فامیله، فامیلها را هم منع کرده بودن که با اینها رفت آمد کنن، حتی همسایه ها را دیگه، آشناها. ولی این مادر چقدر شجاع بود. ببینین این مادر چه بچه هایی تقدیم این ایران زمین و مقاومت کرد که در رأسش موسی مثل مشعل فروزان هر روز زنده و جاویدان آزادی ایران ایرانی رو به همه نوید میده. خدا انشاءالله رحمتش کنه. و گفت همین نشانه و الگوها، همینه که الان میبینیم، اون موسی که شهید شد الان هم سخنرانیشو دیدیم، پایدارن و همشون پایدارن، مجاهدین پایدارن، اونم رژیمی که الان داره سرنگون میشه، گفت سرنگون میشه با این جریاناتی که دیروزم شاهدش بودیم. از این ور این گفت رفیق بزرگوارمون، مرد دلیر، مجاهد شهید، میشه گفت شهیده، اگر واقعا اونجا مداوایی بود فکر نمی کنم این فوت میکرد. اونطوری که میگم بعد از عمل و اینها اصلا بهش نرسیدم. من ایشون رو از سال 57 به بعد میشناختم، از طریق محمد مصباحی که الان حبیب اشاره کرد. محمد مصباح را از سال 43 میشناختم. واقعا همیشه همونطوری که دیدیم بین مجاهدین، در توی مجاهدین همیشه عاشقانه مبارزه میکرد، عاشقانه و با چه بدون تضاد کار میکرد. قبل از زندان و تو تهران هم توی کانون توحیدی اسنا همینطوری بود، همیشه پیش قدم بود. خدا رحمتش کنه. اون وقت اینها قهرمانانی هستند که سر تمام بازاری ها رو بلند کردن. خدا برای ایشون هم رحمت کنه. مادر خیابانی در چهره مظلوم و چشمان مهربان نجیبش با اون لحجه شیرین آذریش و قلب پر از مهر و عطوفتش دنیای از صبر و استقامت و فدا موج میزد، فدای عزیزترین عزیزانش، فرزندانش. مادر خیابانی همونطور که همه میدونین 7 سال موسی رو گاهن میتونست در پشت میله های زندون و در شکنجهگاه ها ببینه. وقتی در آستانه قیام مردمی علیه شاه، محمد حسن فرزند دیگرش و یاران مجاهدش، برادران زنجیر فروش، در تبریز برای استقبال موسی رفتن، همگی در یک تصادف نابهنگام به شهادت رسیدن و مادر در حالی که هنوز طعم شیرین دیدار با فرزند دلاورش موسی رو نشینده بود، داغدار حسن و یارانش شد. همونطور که همتون میدونید، طولی نکشید که در اون روزگار دوران سخت آزمایش برای مجاهدین بود. مادر در اون دوران سردار رو، اشرف رو، آذر رو و یارانشون رو هم از دست داد و داغدار اونها شد. روز 19 بهمن رو همه کسایی که از اون زمان میدن یادشون نمیره. خبر تکان دهنده شهادت سردارمون و اشرفمون و سایر خواهر و برادرمون قلب همه رو تکون داد. از مادر خیابانی بگم که بعد از اون، بعد از شهادت موسی و اشرف،
مهین رو از دست داد. شاید هیچ کدوم از ما نتونیم تصور کنیم که مادر خیابونی در اون لحظات چه بهش گذشت. در یک مدت کوتاه بعد از قیام مادر سه فرزند، دامادش و آذر رو از دست داد. در سال 67 هم در عملیات کبیر فروغ جاویدان مادر خیابانی فرزند دیگرش محمد علی خیابانی رو فدیه راه آزادی کرد و بدین ترتیب او باز هم میبایست تحمل و بردباری بکنه و به خاطر پاکی و صداقت و قلب رؤوفی که داشت باز هم خداوند او رو مورد آزمایش قرار داد و یک شهید دلاوری رو از دامن مادر گرفت. مادر مثل کوه استوار بود. همه چیزایی که راجبش گفتن واقعا هست بود. ولی این تمام این رنج ها و درد هاش رو به درونش میریخ. وقتی با عزیز باهاش تماس میگرفت، اون همیشه با همون لحجه شیرینش میگفت عزیز جان دوست دارم که تو رو تو تبریز ببینم بازم. این روزها ما به دلایل مختلف با برنامه‌ای که داریم هر روز شاهد جلوه‌هایی از عواطف و احساسات خلق قهرمانمون نسبت به رهبری پاکبازمون و عزیزانمون در اشرح لیبرتی هستیم و هر روز دلاور و دلاورانی مثل مجاهد صدیق خاج صادقی رو از دست میدیم. ولی شک نداریم که یقین داریم یعنی که پیروزی از آن ماست و این همه صدق و وفا، این همه صبر و استقامت جوابش جز پیروزی محروم خلقمون نخواهد بود. سلام و درود بر مجاهد صدیق غلام حسین صادقی، یاد و نام همه مجاهدین شهید و مادران شهیدمون و مادر خیابانی زنده و جاوید باشه. به نوبه خودم درود میفرستم به مادر خیابانی که به رغم داغ شهدای عزیزی که از تو خانوادهشون از دست دادن و با وجود شدیدترین فشارها از طرف رژیم آخوندی همواره از مجاهدین حمایت میکرد. همچنین درود میفرستم به حاج صادقی که در زندان لیبرتی یک الگوی سرشار و پرروحیه بود. درود بر اون و بر بردیا امیر مصطفی و بهروز رحیمیان، شهدای لیبرتی که راه فدا و جانبازی رو ادامه دادن. حماسه 19 بهمن و شهادت جانگزاز و پر افتخار موسی و اشرف هر سال برای ما یادآور همان سختی و رنج و البته افتخار روزهای بهمن سال 60 هست. 18 بهمن سال 60 من در سلول انفرادی در زندان اصفهان بودم، جایی که به خونه امن معروف بود. آخر شب بازجو در سلول رو باز کرد و یک رادیو اومد تو سلول من گذاشت. در اون زمان برام خیلی عجیب بود، چون توی زندان و به طور خاص توی این محلی که ما بودیم زندانیان به هیچ امکانی دسترسی نداشتن و در طول 24 ساعت شبانه روز سکوت مطلق بود. من خبر شهادت اشرف و موسی را از رادیو شنیدم. خیلی شوکه شدم. لحظات عجیبی برام بود توی اون سلول انفرادی. بعد به خودم مسلط شدم و شروع کردم. میدونستم که باید به همه بچه‌ای که توی سلول‌های دیگه هستن خبر رو برسونم، چون میدونستم هیچ کس هیچ امکان دسترسی به هیچ ارتباط بیرونی نداره و خبر نداره. شروع کردم فریاد زدن و شعار دادن که و اینکه بچه موسی رو کشتن، اشرف رو کشتن و شعار مرگ بر خمینی، که همه زندانیان با خبر بشن. بعد زندانیای دیگه در سلول‌های دیگه هم شروع کردن به کوبیدن به در سلول‌ها و فریاد زدن و شعار دادن. 31 سال پیش سران رژیم آخونده و همه شکنجگران و مزدورانش بعد از به شهادت رسوندن سردار و اشرف شهیدان و دیگر یارانشون قهقهه پیروزی سر می دادن. روی همه بیسیم ها به هم تبریک می گفتن و در زندان شیرینی پخش می کردن. مجاهدان اسیر را سر پیکرهای پاک اشرف و موسی و دیگر شهدا می بردن. فکر می کردن با این ضربه که البته بسیار سهمگین بود کمر جنبش مقاومت رو شکستن و مجاهدین با از دست دادن سردارانی مثل موسی و اشرف هرگز نمیتونن کمر راست کنن. امروز اما یک نگاه کوتاه به وضعیت مجاهدین و در نقطه مقابلش رژیم عبرت آموزه. مجاهدین به یمن برخورداری از نعمت رهبری مسعود و مریم نه تنها از ضربه 19 بهمن بلکه از صدها ضربه سهمگین که هر کدامش کافی بود
یک جنبشی رو نیست و نابود کنه. نه تنها زنده بیرون اومدن، بلکه هر روز قوی‌تر و گسترده‌تر و متحدتر شدن و به تنها نقطه امید برای تحقق آزادی در ایران تبدیل شدن. بله، سلوحه مکتب مجاهدین از روز اول فدا و صداقت بود. رهبری ما با این شاخص این جنبش رو با بهای سنگینش هدایت کرد. یاد و راه موسا و اشرف و یارانشون همیشه جاودان و با ماست. یاد خانواده ها و مادرانی مثل مادر خیابانی که همه چیزشون رو در این راه نثار کردن همیشه با ماست. سلام بر مجاهد صدیق، حاج صادقی که نمونه‌ای و شاخصی از استقامت مجاهدین بود. با تسلیت مجدد و درود به همه اونها. درود. با یادآوری و سرافرازی از خاطرات شهدای 19 بهمن مجاهدین خلق ایران و با عرض تسلیت به سردار خانم رجوی، مادر عزیز، مادر ابراهیم‌پور، مادر مرحمت و همه مادران و به ویژه برادر گرامی من مسعود، چند روز پیش جلسه مشابهی داشتیم در یک کلیسای سعودی برای بزرگداشت این برادر عزیز و مجاهدمان صادقی. در اونجا کشیش کلیسا که یک خانم سعودی بود با آشنایی پیدا کرده بود به مجاهدین و مقاومت ایران، سخنان بسیار زیبایی در وصف مقاومت ایراد کرد. من در اینجا یک نکته گفتم که الان این نکته من بیشتر با صحبت‌های آقای مازندرانی تقویت شد. من اینجا گفتم که مجاهد در هر حالتی که از دنیا بره، ترجمه هم کردیم برامون خانم کشیش، چه در جبهه، چه با سلاح، چه بی سلاح، چه در بستر بیماری، چه در تصادف، شهیده. چرا؟ به خاطر این که عزم مبارزه از اینجا از مغز و دل میاد. به مجرد این که این دو نقطه کانونی در بشریت بسیج میشه برای مبارزه و برای نگفتن به ظلم و بیداد و ستم، جهاد به قول مسلمانان، نه به تفسیر آخوندها، و مبارزه شروع شده. از اونجا دیگه فرمان میاد به بدن و به اعضای دیگه برای سلاح گرفتن، دویدن، اومدن تو انتفاضه، سنگ پرتاب کردن توی 30 خرداد، توی خیابون ها اومدن. از اونجا این مبارزه شروع میشه، از عشق با آرمان والا که از قلب و روح و روان و اجزای بدن و اجزای مغز و روان شروع میشه و فرمانی که بعد صادر میشه که دیگه اون عملیاتی میشه. آنچه که روح این شهدای پاک را و این مادر گرامی و سرفراز ما را شاد خواهد کرد و این برادر عزیز مبارز ما را، ادامه راه این مجاهدین، این از شمار دو چشم از میان ما رفتن، اما از شمار خرد و شرف و انسانیت و شجاعت مقاومت صدها و هزارها به شمار رفتن، این است که راهشونو تا اونجا که میتوانیم با فدای 100% با حرکت عظیم ملی و مردمی و مقاومت ادامه بدیم. اون چیزی است که روح روان اینها را شاد خواهد کرد و در دل خود خواهند گفت که پرچمی که از دست ما موقت به خاک افتاد و حتی به خاک نیفتاد، در هوا قابیده شد توسط دیگر مبارزان مقاومت، مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت و هواداران گرامی و عزیز ما در ملت شریف ایران،
و بهترین فرزندان این ملت در اشرف و دیبستی دوباره به دست گرفته شد و به پیش خواهد رفت. متشکرم. خوشا قطر اشکی که ریزد بر این خاک، خوشا در ره این وطن مردنی پاک، خوشا موج خشمی که خیزد از این خون، بشوید از این سر زمین نقش ضحاک، بخواند زمین و زمان نامتان را، سرود شما می رود تا به افلاک، که یاد شما یان فسانه شد، حکایتتان جاودانه شد. در این شب شیدا کنار شهید، کاش که جدایی ز دیده چکی، اگر چه غمی اشرف به این جان فشانی، پیامی در ایران دارد خبر از گل سرخ خورشید.